به تازگی پیج رسمی شبکه منوتو در این شروع به معرفی مجریان و چهره های جدیدی که به این شبکه اضافه شدن پرداخته که در این ویدیو به این موضوع میپردازیم. اما آیا واقعا مجریای قدیمی مثل ندا، سهر و شاهو چه اتفاقی براشون افتاده؟ اونا هم خواهند بود یا نه در ادامه به همین موضوع می پردازیم قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید در بهمن ماه سال گذشته منوتو کارش را تعطیل کرد اما حالا با خبر خوشی برگشته و در لایف های مختلف درباره نحوه بازگشتشان صحبت می کنند. در هر لایو مجری های درباره بازگشت منوتو حرف میزنند و به کامنت ها و سوالات پاسخ می دهند. آنها گفتند دارند اساس کشی می کنند و قرار است وسایل زیادی را ببرند. آنها اشاره کردند که به سختی جایی پیدا کردند چون برخی شبکه ها در لندن مشکلات ایجاد کردند و پلیس بازی کردند به همین دلیل به ایرانی ها به سختی جا می دهند. با این حال برنامه های آماده کردند مثل بفرمایید چای با حضور چهره های مبهم و سلبریتی ها. تیم های منوتو سخت در حال کار شبانه روزی هستند و اتاق خبر قرار است با شکلی متفاوت ادامه پیدا کند آنها تاکید کرد. کردن که چهارده سال تجربه دارند و مبتدی نیستند اما موفقیتشان بستگی به حمایت مخاطبان دارد یکی از کاربران پرسیده افرادی که توان مالی ندارند چطور می توانند برنامه های من و تو را ببینند و آنها پاسخ دادند که برنامه ها به شکل رایگان و از طریق ماهواره در دسترس افراد داخل ایران قرار میگیرد اما ایرانی های خارج از کشور باید مانند اشتراک نتفلیکس پول پرداخت کنند آنها توضیح دادند که حدود 8 میلیون ایرانی بیرون از ایران داریم و حدود 100 هزار نفر لازم داریم که ماهیانه 899 دلار پرداخت کنند تا بتوانیم به ساخت برنامه ها ادامه دهیم و این تریبون را برای مردم ایران نگه داریم هدف این است که مانع از رساندن اخبار سلیقه‌ای و دروغ به گوش مردم شویم و صدای مردم معترض را حذف نکنیم تیم من و قصد دارد تریبون آزاد برای همه ایرانی ها باشد زیرا هموطنان داخل ایران توانند به درگاه های بین المللی وصل شوند و تحت تحریم هستند زندگی در ایران با تورم سرسام و سرعت پایین اینترنت و فیلترها بسیار دشوار است در عوض هموطنان خارج از کشور می توانند از طریق یوتیوب اشتراک بخرند و برنامه ها را ببینند و مردم داخل ایران هم همزمان ماهواره را تماشا کنند در پاسخ به سالی درباره مکان اجرای برنامه ها آنها گفتند از لندن اجرا می کنند اما شاید روزی از لس آنجلس هم برنامه داشته باشند امید نیز گفت که شعار جدید من و تو فراتر از سرگرمی است و برنامه های آینده بیشتر بر نجات کشور و هموطنان متمرکز خواهند بود آنها اعلام کردند که دو پکیج جدید به اشتراک های ماهانه اضافه خواهد شد و آدرس سایتی برای حمایت مالی از طریق ارز دیجیتال ارائه دادند برنامه های مستند و آگاهی دهنده هم در برنامه های آینده قرار دارند و قرار است از همان ماهواری که 14 سال پیش کمک کرده باز کردند امید یکی از قالب های عروسک های شبکه نیم را نشان داد و گفت این عروسک ها را هم خواهم برد و احتمال زیادی برای بازگشت ها وجود دارد سالومه نیز اشاره کرد که برنامه های منوتو پلاس و سالیتاک ادامه خواهند داشت اما درباره برنامه امید هنوز تصمیمی گرفته نشده است در کامنت ها پرسیده شده بود که ندا، سهر و شاهو و دیگران هم حضور خواهند داشت یا نه اما آنها پاسخ روشنی ندادند و گفتند فعلا صبر کنید آنها تاکید کردند که همه در حال کمک هستند و حتی بسیاری بدون حقوق کار می کنند و فقط کرایه ماشین دریافت می کنند اما روز گذشته در یک لایو برخی چهره و مجری های جدید شبکه منوتو معرفی شدند تینا قازی مراد این افراد جوان رو به کاربرها معرفی کرد. او رو به پسر جوانی کرد و گفت آریا خودت رو برای همراهان من و تو معرفی میکنی؟ چشم <تصفح> مرسی تینا جان من آریا هستم 25 سالمه دندون پزشک هستم سوئد به دنیا آمدم ولی بیشتر زندگیم رو توی انگلیس گذروندم فامیل هامون اهل آبادان هستن آریا چند سالت بود وقتی که از ایران اومدی سوئد به دنیا اومدی و اصلا ایران رفتی من ایران رو فقط یه بار 20 سال پیش رفتم از اون موقع نتونستم برگردم ولی خیلی دوست دارم برم اتفاقا جالبه که بیننده های ما خانواده تو رو بشناسن مادرت خانم لاله تنگ سیری خیلی فعال و میهم پرست هستن و همیشه توی برنامه های من و تو سمت نو همراه ما بودن درسته مامانم مثل خودم دندون پزشکه فکر کردم گفتیم مامانو اخراج کردن نه مامانم همیشه توی برنامه های مناتو شرکت میکنه هر وقت میاد مناتو مصاحبه داره و ویدیوهاش رو برام میفرسته منم به دوستام توی دانشگاه نشون میدم خیلی خوشحالم که خودم هم الان اینجا هستم و همراه شدم با مناتو آریا گفتی یه بار ایران بودی چند سالت بود اون موقع من 5 ساله بودم که از ایران اومدیم بیرون یه تصویری که از ایران توی ذهنت مونده چیه؟ راستش آدم خوزستان رو هیچ وقت یادش نمیره یادمه توی باغ دایم یه درخت توت بود و میرفتیم اونجا با همه فامیل توت میچیدیم خیلی خاطره خوبی دارم از اون دوران این تصویر همیشه توی ذهنم میمونه هر چقدر هم دور باشه یکی دیگه از این افراد جوان کیمیا نام داشت تینا از اون میپرسه کیمیا خودت رو معرفی میکنی؟ سلام به همگی من کیمیا هستم 25 سالمه الان سال آخر دندون پزشکی خیلی ممنون که دعوتم کردین خیلی خوشحالم که اینجا چقدر خوب فارسی حرف میزنی کیمیا فکر کنم 20 سالی میشه از ایران اومدی اینجا شما با آریا هر دو دندون پزشکی میخونین اما سالی که از آریا پرسیدم از تو هم میپرسم تصویری که از ایران یادت مونده چیه؟ من یه سری صحنه از ایران یادمه مثلا یادمه که به شما رفتیم و روی ساحل بودم قبل از برنامه برای بچه ها تعریف می کردم که روی ساحل سوارکاری می کردم اون رو خوب یادمه یا یه بار به کرمانشاه رفتیم که خیلی خوش گذشت اون رو هم یادمه و مهد کودکم رو هم یادمه چون خیلی برام خوشایند بود من عاشق سوارکاریم و اتفاقا اگر به صفحه اینستاگرامم بری تصویری که بالای پروفایلمه دقیقا همون تصویری که از ایران یادم مونده یعنی سوارکاری روی شنهای ساحل و کنار دریا خیلی تصویر قشنگیه و من این کار رو توی شمال ایران انجام دادم و همیشه توی ذهنم میمونه امیدوارم که یه روزی با همدیگه بتونیم دوباره این کار رو توی ایران انجام بدیم بعد از کیمیا صحبت به سالینا رسید و درباره خودش گفت سالینا هستم 26 سالم از مهاباد اومدم کارشناسی حسابداری خوندم و الان در خدمت شما هستم ممنونم که این فرصت رو به هم دادید و دوست دارم همراه من و تو باشم خیلی خوشحالم که اینجا هستم سالینا تازه از ایران اومدی تقریبا آره تازه اومدم آخرین تصویری که از ایران توی ذهنت مونده چی بود ایران همه جاش برای من خاطره خوب داره هر شهری یه خاطره خوبی دارم پس ایران رو خوب گشتی بعضی از شهرهای شمالش رو گشتم غرب کشور رو چون من خودم اهل غربم شهرهای کرد رو کلا گشتم همه جای ایران خوبه هر جاش یه خاطره خوب دارم اصفهان شیراز تهران همهشون عالی هستن حالا نوبت پگا یکی دیگه از این افراد جوان شد که در مورد خودش صحبت کنه. اون گفت پیگا هستم من از بچگی اینجا انگلیس بزرگ شدم چهار تا خواهر دارم و من بچه آخرم از سوارکاری صحبت کردن بچه ها. من یه خاطره خیلی شیرین دارم از اسفهان توی یکی از این پارک ها با خواهر سومم یک خیلی قشنگ داریم از اون موقع که سوارکاری می کردیم من اون موقع شش سالم بوده خواهرم 10 سالش بود در مورد تو هم که گفته شد من یه خاطره خیلی شیرین از پدرم دارم توی تهران میدون تجریش اونجا و برام هممون کرم ابریشم میگرفت من بچه بودم عاشق کرم ابریشم بودم کرمهای های ابریشم برگ توت میخوردن و ما هم میرفتیم پارک ملت که پر از درخت توت بود برگاش رو میچیدیم و میدادیم به کرما و اونها پیله میکردن و بالاخره پروانه میشدن این یه خاطره خیلی شیرین از پدرمه آخرین باری که ایران بودی کی بوده چند سال پیش من میرفتم ایران آخرین بار 6 سال پیش بود خیلی دور نبوده ولی اون دفعه آخر که رفتم ایران همه استرس داشتن دو هفته تهران بودم و اصلا وقتی خیابون میرفتی یا سوار تاکسی میشدی حس میکردی که نسبت به دفعه قبلی که دو سال قبل رفته بودم ایران چقدر فشار روی مردم بیشتر شده بود تجربه خوبی نبود واقعا وقتی برگشتم خیلی ناراحت شدم برای مردم اما پیشتر از امید در برنامه ای پرسیده بودند آیا در سری جدید شبکه من و تو برنامه های نوروزی خواهند داشت و او گفت چون این شبکه ملی هست و نوروز هم یه مراسم ملی هست حتما برنامه های نوروزی خواهند داشت آنها تصمیم قطعی گرفتند که بازگردند و کارها را آماده کردند امید همچنین گفت که برای برنامه سازی نیاز به حمایت مالی دارند و تنها به 100 هزار نفر در خارج از کشور نیاز دارند که ماهیانه 8 و 9 دلار پرداخت کنند این پول صرف برنامه سازی می شود و این روش همان چیزی است که تلویزیون های دیگر دنیا سالهاست انجام می دهند. کاربری پرسیده بود که آیا با ماهیانه 900 هزار دلار واقعا کارتون راه میافتد و آنها گفتند بله با درآمدی که از یوتیوب و تبلیغات به دست می آوریم می توانیم برنامه ها را پیش ببریم البته که من تو قبلا در اوج خود هزینه بسیار بیشتری داشت اما اکنون با استودیوی کوچکتر و تیم کوچکتر همین مقدار کافی است کاربری دیگر گفته بود که چرا با گریه اعلام کردید که دارید می روید و باعث شدید ما هم ناراحت شویم امید پاسخ داد که در این چند ماه تلاش شبانه روزی کردند که بتوانند باز کردند و شاید روزی برایتان توضیح دهند که چه شده است شرایط با 14 سال پیش تغییر کرده پس از دیدن مستند کیوان عباسی روشن شد که در شرایط فعلی درامزایی از طریق تبلیغات ممکن نیست حتی کسانی که قبلا سرمایه های پرخطر می‌کردند حالا ریسک نمی کنند و گذاری نمی کنند ایرانی های زیادی نیست که سرمایه های کلانی دارند برخی پیشنهاد کمک دادهاند اما موانع زیاد بود و به دلایل مختلفی نتوانستند کمک کنند. مردم ایران جایگاه منوتو را میدانند زیرا با آن زندگی کردند اما برای ایرانی های خارج از کشور ممکن است منوتو فقط برای دیدن مستندها باشد و خیلی ها اهمیت وجود منوتو را درک نکردند. دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن و کامنت از ما حمایت میکنید اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا برنامه بعد بدرود